چند هفته پیش همزمان با برگزاری تظاهرات اعتراضی مردم در تهران نسبت به نتیجه انتخابات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن مذمت از تظاهر کنندگان به پخش آثار محمد رضا شجریان مبادرت ورزید. استاد آواز ایران پس از مطلع شدن از این جریان نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما ارسال داشت و در اون خواستار خودداری صدا و سیما از پخش سرودهای میهنیش گردید و گفت در شرایطی که این خس و خاشاک با طوفانی که آقای احمدی نژاد به پا کرده به حرکت در آمدند، صدای او جایی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نداره. با خبر شدیم که امروز استاد شجریان برای پیگیری خواسته خودشون دست به اقدامی تازه زدند. آقای شجریان، سلام میکنم به شما در تهران و سپاس از حضورتون در برنامه امشب. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب فرهودی و حضور شنوندگان عزیزتون. خب استاد شجریان، خودتون بفرمایید این اقدام تازه که امروز انجام دادید چی هستش؟ به دنبال نامه‌ای که من در روز 25 خرداد به رئیس محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشتم، همون ظهر روز 25 بود که من به دفترشون فاکس کردم و ازشون خواستم که این سرودهایی که شما دارین پخش می‌کنین، سرودهای میهنی، مال سال 57 هست، ربطی به زمان الان نداره و خواهش می‌کنم دیگه این کار نکنین. و این نامه رو فورا ازشون فاکس کردم و روز بعد هم در سایت گذاشتم و بعد هم روز بعدش هم که با بی بی سی صحبت شد که از من با من مصاحبه کردن و من گفتم که به این علت من خواستم که دیگه این سرودهای صدای من از سازمان پخش نکنم و به حالت اعتراضی که من به فرم برنامه های تلویزیون داشتم دیگه دوست نداشتم که صدای من رو در این زمان پخش بکنم. بله بله. خب امروز خبردار شدیم که شما اقدام تازه‌ای به عمل آوردید، ممکنه در مورد اون هم صحبت کنید استاد شجریان؟ بله، پیگیر اون پیامد نامه بازدیدم که هنوز که هنوز از رادیوی جمهوری اسلامی به مرتب دارم صدای من پخش میکنن، هم حتی امشب سرشب باز از تلویزیون پخش شد. بله. توجهی به خواسته من نکردن و این بود که من از چند روز قبل یکی از وکلای محترم دادگستری رو خواهش کردم که وکالت من قبول کنن و این کار رو قانونی بکنیم و امروز ایشون یک حکمی از دادگاه گرفتن برای معاونت صدا و سیما که اگر مجوزی از من دارم برای پخش صدا ارائه بکنم و این کار رو گفتیم قانونی بکنیم که دیگه بدونن این مسئله جدیه و این بیتوجهی رو به خواهش من کنار بکنم. خب استاد شجریان، فکر میکنید شکایت قانونی شما میتونه آقای زرقامی و همکارانشون رو مجاب بکنه که از پخش آثار شما جلوگیری بکنن؟ امیدوارم که مجاب کنه ایشون رو و که دیگه به خواسته من توجه بکنن و صدای من پخش نکنه. خب آیا این برای اینکه هیچ نقش اینا در تهیه این برنامه نداشتن و سالهاست که بدون اجازه من دارن پخش میکنن. بله. آیا این درخواست شما جنبه موقت داره یا اینکه میخواید برای همیشه صدا و تصویرتون از رادیو تلویزیون دولتی ایران پخش نشه استاد شجریان؟ من برای همیشه خواستم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی صدای من پخش نشه، هیچ کدوم از نوارام هیچ کدوم از برنامه هام و بیشتر از این دیگه به من تحجیز نکنند و یعنی وقتی یعنی حقوق من رو زیرخان نگذارند، مخصوصا که میان برای این خیلی از سرودهایی که من خوندم کلیپ تهیه میکنن و کلیپ هایی که هیچ ارتباطی اصلا به مفاهیم درونی سرودها نداره. من تنها اون چیزی رو که قبلا هم گفتم به رئیس وقت صدا و سیما در سال 70 میشم میدم به جز ربنا هیچ کنم از برنامه هم اجازه نمیدم که پخش کنیم و راضی نیستم. بله. حالا نگران این نیستین استاد که براتون مشکلاتی ایجاد کنن به خاطر این شکایت قانونی که امروز تسلیم کردیم به دادگاه؟ یه مشکلات میخوان ایجاد کنن خب بکنن دیگه، این دیگه من بالاخره این حق منه که بگم اجازه نمیدم صدای من پخش کنن، خلاف قانون نیست. بله. به عنوان یک هنرمند برجسته ایرانی نگاهتون چی هست به وقایعی که میگذره در ایران از 22 خرداد به بعد؟ بله، خب به هر حال باعث تأسفه که این اتفاقات افتاده است و
مشکلاتی که به حال پیش اومده و فوق‌العاده نگران کننده است و به حال آدم توقع از صدا و سیما داره که همه واقعیات رو عنوان بکنن، ولی ما آدم می‌بینه که خیلی از واقعیات از این طریق ارائه نمیشه و این خودش جای گله و شکایت هست که چرا صدا و سیما توجهی به همه مسائلی که در مملکت می‌داره نمی‌کنه و فقط به بعضی‌هاش توجه داره. بله استاد شجریان، آیا نکته دیگری هست که بخواین به اون اشاره بکنید؟ سپاسگزارم. نکته این که من به حال از سال 55 با صدا و با رادیو تلویزیون خداحافظی کردم و کار نمی‌کنم. بعدش هم که بعد انقلاب شد بازم من همچنان همکاری نداشتم با این صدا و سیما و فقط باز هم تأکید می‌کنم که صدا و سیما اجازه نداره که نوارهایی که ما در بیرون از صدا و سیما تهیه می‌کنیم یه دونه سی دی بگیرن و هی شروع کنه از برنامه‌های مختلف پخش کردن. و من دوباره در اینجا تأکید می‌کنم و پیگیر کارم هستم که به این خواهش من توجه بکنم و صدای منو دیگه پخش نکنم. خب حتما آقای زرگامی هم صدای شما رو امشب شنیدن و امیدواریم که بشنوند. سپاسگزارم از شما استاد شجریان که وقتتون رو در اختیار صدای آمریکا گذاشتید. با وکیل شما آقای آقاسی هم در روزهای آینده بیشتر گفتگو خواهیم کرد در مورد این شکایت قانونی که شما تسلیم بسیار خوب دادرسی. منم تشکر میکنم از شما که این وقت رو به من بدادید. ممنونیم از شما. خدا نگهدار.